در قسمت قبلی از آموزش ما در رابطه با زبانه ها و همچنین قسمت فوقانی نرم افزار پاورپوینت آشنا شدیم در این قسمت میریم سراغ این قسمت پایین و در رابطه با صفحه کاریمون میخواییم صحبت کنیم اینجا اسلاید انتخاب شده در این قسمت رو به ما نشون میده که ما میتونیم اینجا کارهای ویرایشی رو داخلش انجام بدیم ما در این قسمت میتونیم اسلایدمون رو کوچیکتر کنیم این قسمت اسلاید ها رو بزرگتر کنیم یا برعکس ما میتونیم اینجا تعداد زیادی اسلاید رو اضافه کنیم اینجا مثلا من دو رو انتخاب کنم به ما داره اسلاید دو رو نشون میده اینجا یک رو انتخاب کنم اسلاید شماره یک رو به ما نشون میده پس این قسمت مجموع ابزارها و اسلاید های ما هستش که من دلیت رو که بزنم به این صورت این اسلایدی که انتخاب کرده بودیم پاک میشه ما در قسمت پایین میتونیم کار زوم کردن رو انجام بدیم یا اینکه میتونیم دکمه کنترل رو بگیریم و اسکرول موسمون رو جابجا جا کنیم که به این صورت صفحه کاریمون بزرگ یا کوچیک بشه. پس اسکرول موس و کنترل این کار رو برای ما انجام میده. ما در این قسمت میتونیم کار زوم کردن روی صفحه رو انجام بدیم یا اینجا درصد رو خودمون وارد کنیم که 66 به صورت پیش هست است یا اینکه اندازه رو تغییر بدیم. و این اندازه رو که بزنیم میاد فیت میکنه و اندازه مناسب صفحمون رو برای ما انتخاب میکنه با توجه به این سایز اسلایت ها میاد برای ما فیت میکنه و هفتاد رو برای ما انتخاب میکنه مثلا الان هفتاد کاملا مناسبه و توی صفحه کاری ما جا میشه من الان اندازه این قسمت رو بزرگتر کردم اینجا تغییر میدم فیت رو که بزنم روی 60 میاد برای ما تنظیم میکنه پس اینم شرایطی داره و بستگی به قسمت‌های مختلف و سایز این قسمت داره که چه اندازه ای به صورت پیشورز مناسب الان اندازه 70 اندازه ای هستش که ما اسلاید رو به صورت کامل داریم مشاهده میکنیم پس در این قسمت هم میتونیم جابجایی را انجام بدیم در قسمت ویو هم ما میتونیم کار زوم کردن رو انجام بدیم که در قسمت های بعدی من زبانه ویو رو که خواستم توضیح بدم در رابطه با این قسمت هم کاملا صحبت خواهیم کرد پس این قسمت کار زوم کردن رو انجام میده کنترل اسکرول هم این کار رو انجام میده بریم سراغ قسمت بعدی که قسمت اسلاید شو هستش من زمانی که قسمت استراکتور رو انتخاب کنم این حالت حالتیه که ما برای ارائه ها استفاده میکنیم حالت استراکتوری رو انتخاب میکنیم همونطور که می بینید صفحه کاری ما بسیار بزرگ شده و الان ما اینجا میتونیم توضیحاتمون رو ارائه کنیم و مخاطب هم میتونه به توضیحات ما گوش کنه هیچ بخش اضافه وجود نداره که حواسش پرت بشه ما اینجا میتونیم وارد اسلاید بعدی بشیم اینجا میتونیم از قلم استفاده کنیم و بقیه تنظیمات در ادامه با این بخش ها هم آشنا خواهیم شد برای که از این محیط خارج بشیم کنترل راست و انچو رو میتونیم انتخاب کنیم یا یعنی اینکه دکمه اسکیپ کیبورد رو انتخاب کنیم و به این صورت از اون محیط خارج بشید حالت بعدی حالت ریدینگ ویو هستش و ما میتونیم در این حالت که حالت مطالعه هستش استفاده کنیم یعنی اینجا حالت زبدرمون هستش قسمت پایین هست ما اینجا میتونیم صفحاتمون رو تغییر بدیم و تعداد صفحه ها اینجا هستش و قسمت پایین ویندوزمون هم قابل مشاهده است و معمولا برای مطالعه استفاده میکنیم یا اگه خواستیم پیش نمایشی از اسرایت داشته باشیم از این حالت میتونیم استفاده کنیم انشور رو که بزنیم از این حالت هم خارج میشه حالت بعدی اسلاید سورتر هستش که میتونی با استفاده از این حالت ما اسلاید هامون رو سورت کنیم به این صورت جابجا کنیم اسلاید ها در حالت بزرگ دیده میشه و کنار همدیگه هستن من حالت نرمال رو که بزنم حالت اولیه میاد ما اینجا هم میتونستیم اسلاید هامون رو جابجا کنیم این حالت با اون حالتی که انتخاب کرده بودیم تفاوت چندانی نداره ولی در این قسمت اسلایت بزرگ هستن و کنار هم دیگه دیده میشه و شمارش هم قسمت پایین هستش پس این حالت هم برای سورت کردن بیشتر استفاده میشه بریم سراغ قسمت کامنت و میخوایم با بخش کامنت هم آشنا بشیم از زمانی که روی کامنت انتخاب کنم اگه داخل این اسلاید کامنتی باشه میتونیم کامنت رو ببینیم یا یه دونه کامنت جدید روی این اسلاید داشته باشیم که توضیحاتی باشه و در این قسمت میتونیم بنویسیم و توضیحات رو برای هر اسلاید داشته باشیم زمانی که ضربتر رو هم بزنیم بخش کامنت ها بسته میشه این قسمت هم تنظیمات مربوط به دیسپلیمون هستش که ما در ادامه میتونیم بهش برسیم و این قسمت رو هم یاد بگیریم این قسمت بخش نوت ها هست که هر استاک میتونه نوت داشته باشه و توضیحات و راهنمایی هایی هستش که هم ما میتونیم ازش استفاده کنیم هم دیگران و کاربرهایی که از اسلایدمون استفاده میکنن داخل پرینت گرفتن هم قسمت نوتس وجود داره و داخل پرینت ها میتونیم اونو فعال کنیم این قسمت زبان اسلاید رو نشون میده اینجا هم شماره اسلاید رو برای ما نشون میده که چند از چند انتخاب شده ما اینجا میتونیم راست کلیک کنیم این قسمت هایی که اینجا وجود دارن هم میتونه اینجا فعال یا غیر فعال بشه مثلا قسمت اسلایدر زوم رو میتونیم غیر فعال یا فعالش کنیم و ابزارهایی که نیاز نداریم رو میتونیم غیر فعال کنیم و دیگه اونها در قسمت پایین وجود نداشته باشن پس این نکته هم مهم هست که میتونیم در قسمت پایین ابزارهایی رو به قسمت پایین ترین نقطه پاورپوینت اضافه کنیم یا اون قسمت ها رو مخفی کنیم و دیگه اونها وجود نداشته باشن پس ما با محیط کاری و قسمت های مهم نرمافزار پاورپوینت هم آشنا شدیم در قسمت های بعدی به صورت تخصصی وارد قسمت ها و تب های مختلف نرمافزار پاورپوینت میشیم و تمام این قسمت ها رو با هم یاد میگیریم شما در انتها مسلط هستید که اسلایت های حرفه ای برای خودتون به وجود بیارید. پس با ما همراه باشید تا آموزش رو کامل کنید.